تبریک میگم خدمت تیم فیکان و خسته نباشید به تیم اربیل. از آقای نوزاد کاپیتان تیم اربیل میخوام که نظر خودشون راجع به بازی بفهم. فارسی بود. آره فارسی بود. فارسی صحبت. فارسی صحبت. آره مشکلی نیست فارسی. بفهم. سوال صحبت فهمیدم. یه بار دیگه سوالتون بپرسید. نظرتون راجع به این بازی بفهمید. مرسی. دست شما در نکنه. ما امروز بازی خوبی انجام ندادیم. اینم که تیم پیکان تیم قویه، تیم میتونم بگم بهترین تیم آسیا است. ما تیم اربیل بیشتر بازیکنام جوانن، وقتی کمی داشتیم چند روز هم میگیم و میتونیم از این بازی چیز بگیریم که بتونیم بازی های دیگه هم بهتر بازی کنیم. خیلی ممنون. آقای معروف لطفاً نظرتون راجع به بازی بفرمایید و چه برنامه‌ای برای نیمه نهایی دارید؟ با توجه به اینکه مرحله حسی بود امروز و قطعاً حساسیت‌های خاص خودش رو داره، بازی رو خیلی محکم شروع کردیم و فکر می‌کنم که تیم عراق هم خیلی بهتر از اون چیزی که ما فکر می‌کردیم بازی کرد، در حد توانشون بیشتر از حد توانشون ظاهر شدن و توی سرویس خیلی عملکرد خوبی داشتن. با توجه به اینکه مربی ایرانی هم شناخت کافی از تیم ما داشت، فکر کنم که میتونست بازی سختی باشه، ولی خب ما تونستیم بازی رو کنترل بکنیم و آماده بشیم برای بازی فردا و پس فردا. خیلی ممنون. از کاپیتانا سوالی دارید؟ بفرمایید. سیف خوبه یا نرم؟ نمیدونم. نه خوبه. یعنی الان بهتر شدم. نمیدونم. حالا قبلا هم خیلی سیف نبودم، ولی خب طبیعتا وقتی توی تیم ملی بازی میکنی فشار هست، مخصوصا از طرف شما رسانه ها، از طرف خب انتظاری که مردم دارن برای نتیجه گیری. خب طبیعتا وقتی اردوها شروع میشه، وقتی همه برد میخوان، خب بالاخره اون فشار باعث میشه که کار سخت‌تر بشه، ولی خب الان احساس سبکی دارم و چند سالی که از حاشیه‌ها دور بودم و خودم رو تونستم از فضای رسانه دور نگه دارم، زندگی آرام دارم میکنم و خیلی تغییری که شما میگین رو من فکر نمیکنم کرده باشم، ولی در صورت خب الان یه بار سنگینی که قبلا توی مسئولیت که تو تیم ملی رو داشتم بود، خب قطعاً حس نمی‌کنم و طبیعتاً تاثیرگذار هست. خیلی ممنون. سوال دیگه ای از کاپیتان ها هست؟ اوکی، شما میتونید تشریف ببرید. مرسی. مرسی کاپیتان. خب آقای نجاتی، ما امروز علاوه بر اینکه بازی تماشایی از تیم اربیل دیدیم، قبل از بازی یادبودی رو باشگاه پیکان به عنوان اینکه شما کاپیتان تیمشون بودین قبلا به شما اهدا کردن. چه احساسی دارید و نظرتون هم راجع به این بازی بفرمایید. به نام خدا. خب من اصلا احساس نمی‌کردم این اتفاق بیفته. خب فکر کنم دوستای قدیم، هم خدا و پیمان، حالا مدیر عامل عزیزشون، حالا حس کردن که برای اولین بار از یه پیشکسوتی به قولی تشکر کنن. من ازشون ممنونم. من یادی کنم از آقای دادرس مدیر عامل سابق پیکان که ما 90% بازیکنایی که الان توی تیم ملی هستن یا مربی هستن از باشگاه پیکان اومدن. ازشون تشکر میکنم و جناب آقای حسینی، لازم بود که اسمشون رو ببرم. خیلی ممنون. آقای اکبری خسته نباشید، میگم تبریک میگم خدمتتون. برنامه‌تون برای نیمه نهایی چیه و نظرتون راجع به بازی امروز هم بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. اول خسته نباشید میگم خدمت دوست بسیار خوبم آقای نجاتی. ایشون همین الانم کاپیتان ما هستن. به هر حال وظیفه ما بود که از ایشون به عنوان یه پیشکسوتی که سالها تو باشگاه پیکان زحمت کشیده بود قدردانی کنیم.
شاید از نظر حالا بحث مادیات هیچ واقعا چیز خاصی نبود، ولی بیشتر اون ارزش معنویش برای ما و آقای نجاتی من فکر می‌کنم مهم‌تر بود که این اتفاق افتاد و این کوچکترین کاری بود که باشگاه پیکان میتونست از ایشون، از زحماتی که برای باشگاه پیکان کشیده بود تشکر و قدردانی کنه. برای ایشون آرزو موفقیت می‌کنیم. امروز هم به هر حال همونجوری که آقای معروف اشاره کردن بازی پلی‌آف بود، برای ما مهم بود که بتونیم از این مرحله عبور کنیم و خودمون به جمع چهار تیم برسونیم و آماده بشیم برای بازی‌های انشالله زبدری و فینال. خسته نباشید میگم خدمت آقا نجاتی و در خدمت شما هستم. سوالتون رو متوجه ببخشید. اشکال نداره، اشکال نداره، ما وقت شما رو زیاد نمیگیریم، فرصت رو میدیم به خبرنگارای محترم اصحاب رسانه که زحمت کشیدن تشریف آوردن. بفرمایید لطفا. خدمتتون عرض کنم که اول امیدوارم که جام قهرمانی توی ایران بمونه، به خاطر اینکه به هر حال تیم‌های دیگه هم هستن مثل ژاپن که واقعا تیم‌های خوبی هستن، و اینکه فراموش نکنیم ما توی لیگ برتر مقام دوم رو کسب کردیم و اینکه به عنوان تیم دوم به این مسابقات راه پیدا کردیم، ولی شاید اون بحث فشاری که هستش، سنگینی قهرمانی، بیشتر به خاطر مثلا بازیکنایمون باشه که از نظر بازیکنی من فکر میکنم شهتابم شرایط فوق العاده خوبی رو داره. سه تا بازیکن خارجی داره که به هر حال یکیشون ام وی پی لیگ ایتالیا شده که لیگ ایتالیا معدن بازیکنای خوب دنیاست. و اینکه من اصلا خیلی به این فکر نمیکنم و دوست ندارم این فشار رو تیم من باشه، چون تیم شهتابم فوق العاده تیم خوبیه، اونا به عنوان تیم قهرمان توی مسابقات حضور دارن، ما به عنوان نایب قهرمان، ولی تمام تلاشمون می‌کنیم که انشالله یه بازی خیلی خوب و برای قهرمانی قطعا می‌جنگیم. خیلی متشکرم. سوال دیگه ای هست آقای عبدی؟ بفرمایید. ببینید من در اون جایگاه نیستم که به قول معروف بتونم در این مورد نظر خاصی بدم، ولی چیزی که توی 15 سال گذشته اتفاق افتاده اینه که آقای داورزنی توی بحث مدیریت فدراسیون والیبال عملکرد خیلی خوبی داشته، با تمام به قول معروف قدرتش کار کرده، تلاش کرده، خدا شکر توی سالهای گذشته ما والیبالمون در سطح دنیا جایگاه خوبی داشته. به هر حال ایشون من فکر میکنم حدوداً 40 سال، 41-42 سال برای ورزش مملکت زحمت کشیده، فوق العاده مدیر توانمندیه. حالا بحث موندن و ایناش دیگه من نمیدونم واقعا، چون یه سری اساسنامه ها دولت داره، اونو من خیلی اطلاعات خاصی از اونو ندارم، ولی در مجموع ما ممنون زحماتش هستیم. اگه بمونه که فوق العاده، اگه نمونم که براش آرزو موفقیت میکنم. خیلی ممنون. سوال دیگه ای هست بفرمایید. قطعا هر مرحله شرایط خاص خودشو داره و اینکه تیم قزاقستان، برای اطلاعات دوستان، اینه که توی سالهای گذشته قزاقستان اکثرا جز 4 تیم برتر باشگاه آسیا بوده. حالا شاید یه سالایی هم نبوده، ولی همیشه تلاش کرده خودشو به جمع 4 تیم برتر برسونه. امسال هم همین اتفاق افتاده. در مجموع
قزاق‌ها قد و قواره بلندی دارن، دفاع روی تور خوبی دارن و قطعاً ما با یه شرایط بهتری، با تمرکز بیشتری و با قدرت بیشتری انشالله بازی فردا رو آغاز بکنیم. خیلی ممنون. سوال دیگه ای هست؟ متشکرم. خیلی ممنون. خسته نباشید.